درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز پادکست سکولار دموکرات ها. من بیژن آتشین جان با یکی دیگه از قسمت های این پادکست در خدمت شما هستم. چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در این ویدیو محمود احمدی نژاد حرفایی زد که البته خیلی ملت مدارانه و دموکرات به نظر می رسید. ایشون در بین صحبتاش بر واژگان و عباراتی مثل ملت، قالب نظام و به ویژه مردم تاکید فراوانی داشت. روز گذشته اعضای حزب ما تصمیم گرفتن که همین سخنان محمود احمدی نژاد رو به بحث بذارن. من بیش از این چیزی نمیگم و ازتون دعوت میکنم که ابتدا صحبت‌های محمود احمدی نژاد رو گوش بدید و بعد ازتون دعوت میکنم که به بحث انجام شده در نشست آنلاین اعضای حزب توجه کنید. با ما همراه باشید. بالا وزیر شد که حکومت شده اصل. همه چی فدای حکومت. ما چیزی نداریم. این بزرگترین انحراف. مردم همه برن کنار. این بزرگترین انحرافه. یعنی روزی که رسیدیم که مردم مهم نیستن یا یه عده به خودشون حق دادن که ما میشینیم مدیریت میکنیم، مهندسی میکنیم. این بزرگترین انحرافه در انقلاب. اگر کسی خیال کنه با کنار گذاشتن مردم وضع کشور درست میشه، این الغای شیطانه. من از بعضیشون شنیدم که ما 4 سال فرصت میگیریم، کار میکنیم، مردم رو راضی میکنیم. این اصلا غلط‌ترین حرفیست که میشه زد. رضایت حقیقی انسان ها رضایت درونی است. رضایت درونی موقعی است که داره رشد پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه. چه رشد و کمال پیدا میکنه؟ موقعی است که خودش داره تصمیم میگیره، خودش داره اراده میکنه. اصلا راه رشد انسان ها راه اراده است، راه تصمیم گیری است. خدا به همین خاطر اختیار داده. ولی یه دوی پیدا شدن در کشور از این طرف میگن اصل حکومته، از این مردم چه کارن؟ ما همسته نه، بعدن این درست شده. امام گفت حکومت، اصلا منظورش گفت حفظ نظام. اصلا کجا ما منظورش حفظ قالب نظام ما؟ بارها گفته بابا محتواشو داشته باش. قالب که کجا اصالت داره؟ خنده دارتن حرف اینه که ما یه قالبی رو بگیم اصالت داره یا ارزش داره. قالب چه؟ همه جای دنیا حکومت دارن، رئیس دارن، وکیل دارن، وزیر دارن، مجلس دارن، دولت دارن، مدیر کل دارن، همه جای دنیا دارن. این چه چیزی؟ ساختمون دارن، جلسه میذارن، اینا که هیچ ارزشی به خودی خود ندارن. اگه در خدمت رشد انسان‌ها، کمال انسان‌ها، در خدمت آزادی انسان‌ها هم که خونده با اون اساسه، که هیچ کس حق نداره آزادی ها رو محدود کنه، حتی با گذاشتن قانون، حتی با وضع قانون. یعنی شما توی قانون بذاری میگی نه توی من قانون گذاشتم، تو بیخود میکنی حرف میزنی. پی قانونت بیخوده، اون قانون مشروعیت نداره. پیدا شدن تا رسیم انتخابات و به صراحت دارن بس از مهندسی انتخابات میکنن. از قبلش، از بعدش، همین کاندید محترمی که اومده به نظر من اطلاع رسانی کرده که 10 سال ما میبندیم. بعد 10 سال حالا نهادهای ما دموکراتیک بیان و مثلا فعالیت کنن و یه اتفاقی بیفته. خب این یعنی چی؟ حالا ما خوشبینانه نگاه میکنیم. دومی کسایی که این کارو دارن میکنن واقعا تلقیشون اینه که از این مسیر میتونن کشور رو درست کنن. بزرگترین فساد همین، بزرگترین بی‌تقوایی همینه، بزرگترین ضربه به آبادانی کشور همینه. محاله که از این مسیر کشور آباد بشه. یعنی مردمو بذاری کنار بگی آقا اتفاق مثبتی میفته، اصلا چنین چیزی نیست. محال است که اگر مردم بذاریم کنار، صنعت درست شد، اقتصاد درست شد، فرهنگ درست شد، اصلا نشدنیه. تمام مشکلات جهان مال اینه که مردم کنار گذاشته شدن. مردم در واقع تجلی اراده خدا هستن. اراده خدا از مسیر اراده عمومی اعمال میشه در عالم. رو باشیم که نبرای خواهم درست شد. چه درسته بشه؟ اصلا این تو ذهنشون درست چی هست؟ بعضی هم واقعا میگن که موجود اقتصاد درست میکنه. اینا یک تصوری از اقتصاد میکنه. اصلا نه ساختار میشناسن، نه اقتصاد میفهمن، نه انسان میفهمن. تلقیشون از انسان ما نمیدونم با سایر موجودات تفاوتی نداره. اصلا درست مثل شوروی هم. خب مارکسیستا بودم ما چیکار داریم؟ مشارکت همه یعنی چی؟ ما یه حزب میبینیم درست میکنیم، نون همه رو میدیم، آب همه رو میدیم، زندگی همه چی درست میشه دیگه.
خواستن درست شد، نه نابود شد. با انسان ها سر کار داری، انسان ها باید ساخته بشه، انسان ها باید مشارکت بشه. حالا ما انتخابات کردن، بالاخره مردم رو گذاشتن کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف میخوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خود اون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه. بگه بله پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمن ها بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی. خب اینجوری که اصلا اما مردم رو گذاشتی کنار، بزرگترین شکسته. اما وقتی مردم رو میذاری کنار، پیروزی وجود نداره، چون متن شکست داره حرکت میکن. کدوم پیروزی؟ پیروزی معنا نداره. آقا مردم موفق شده، مردم رو گذاشتیم کنار، بینن که یه مشکلی پیش اومده، میگن خب بسیار خب بریم ببینیم علت مشکل چیه. اما اینجا دو تا کار میکنن. حالا یه مشکلی وجود نداره، خیلی عالی. اگر هم مشکلی هست، تقصیر ایناست. زود میندازن گردن یه عده. فکر میکنن اگه به ما تهمت بزنن مسئله حل میشه. آخر مسئله حل نمیشه. بنده احمدی‌نژاد، من کنار مردم، با مردم، در خدمت مردم هم. با همه وجودم هم پایبند آرمان‌های انقلاب. که اصلا انقلاب یعنی مردم، یعنی بها دادن به مردم، مدون دادن به مردم، به رسمیت شناختن حقوق مردم، تأمین حقوق مردم، آزادی مردم، کرامت مردم، انسانیت مردم، مشارکت مردم. ولی انقلاب که چی شد؟ یه عده برن یه عده دیگه بیان. اونا یه جور دیگه میخوردن، اشکال داشت. حالا اینا آمدن یه جور دیگه میخورن، اشکال نداشت. برمیگرده به یه سری ذهنیت هایی که خودشون رو برتر میدونن و اصلا برای مردم جایگاهی قائل نیست، اصلا نمیخوان مردم رو بیان توی این کشور. نمیخوان با هر طرح اقتصادی که میخواد یه ذره مردم رو رو بیاره مخالفن. ببینید دیگه، خودشون هم هیچ طرحی ندارن. یه شورای کلی همینطوری میدن، آقا ما میخوام یک کاری کنیم مردم اونقدر خودشون وضعشون خوب بشه که آقا تمام ثروت ملت گرفتی تو جیب خود داری خرج میکنی، اونم کج و موج و با سوء استفاده و هزار فساد. بعد میگه من دست مردم بده. آقا کجای دنیا اینقدر ثروت متمرکزه، اینقدر قدرت متمرکزه؟ حالا اگر به مردم اینا باید اتفاق بیفته، یعنی آزادی مردم، اختیار مردم، اراده مردم، شخصیت مردم، کرامت مردم، تا به رسمیت شناخته نشه مشکلی حل نمیشه. تا اینا به رسمیت شناخته نشه اتفاق مثبتی نمیافته. هزار بار مهندسی بشه. دیدم در خبرها طرحی درست کردن که فضای مجازی. آقا مردم اجازه تجمع که نمیده. رسانه‌ای که ندارن مردم. تو انتخابات هم که میان حرفشون رو با زبان رأی ندادن میزنن، یا با رأی باطله یا با رأی میزنن. اونم که گوش نمیدین. حالا موقع فضای مجازی رو ببندی. دیگه شما کوچکترین حقی برای مردم قائل نیستید. آیا انتظار دارید وقت مردم برای شما اعتبار قائل باشن؟ خدا برای شما اعتبار قائل باشه؟ من نمیدونم که دستگاه ذهنی از کجا اومده، معتقدات از کجا اومده. واقعا چطوری همین چیزی سرق؟ من میگم این جز القاعات شیطانی نیست، القاع شیطانه. میگم این طرح شکست خورده است، مگه میتونید با 80 میلیون جمعیت چند مقابله ای بکنید؟ این همه فیلتر کردی چی شد؟ خودتون فیلتر شکن میزنید تو هم فضاهایی که فیلتر کرده. یه خنده داره. من یادم اوایل انقلاب چیز اومده بود، از این رادیوهای هفت موج بود، رادیوهای هفت موج رو موج کوتاه میگرفت، رادیوهای مختلف ممنوع بود، ولی مقامات کشور داشت. مردم میدیدن اینا دارن چطوره ما ممنوع برای اینا هست. یواش یواش خطش رو ویدئو اومد، ویدئو ممنوع اما خونه مقامات هست. و مردم اینا مردم باهوشی هم، مردم تاریخ دیدن، مردم کار بلدن، فهیم هم همینطور. ممنوع تو دفتر آقایون و خونه های آقایون بود. آجز بعدیه که خب شما چه داده؟ ابزار رشد ملت هاست، ابزار حضور و مشارکت ملت هاست، این تکنولوژی در خدمت اراده ملت هاست. خب شما این از استفاده کنید، دائما نظرسنجی کنید، باش هر کاری میخواید بکنید نظر مردم بگید. از استفاده مثبت کنید، هر تصمیمی میخواد بگیرید بذارید به رأی مردم، به هر نفری یک اکانت مشخصی بدید، یک کدی بدید، رأی بگیرید. چه اشکال؟ آینده این خواهد شد.
درود به همگی دوستان و هموندان عزیز حزب سکولار دموکرات ایرانیان. عرض کنم که امروز همطور که میدونید توی جلسه‌مون بعضی از دوستان نتونستن با دوربین باز شرکت کنن به دلیل اینکه در تایمی نشست ما برگزار شد که خیلی ها در محل کارشون حضور داشتن یا شرایطی داشتن که نمیتونستن با دوربین باز شرکت کنن، اما خوشحالم از اینکه با دوربین بسته و از طریق پخش صدا میتونن در کنار ما باشن. اول نفری که نوبت گرفتن آقای دکتر نوریالا. آقای نوریالا، نظرات شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، من هم سلام میکنم خدمت دوستان حاضر در جلسه و بینندگان و شنوندگان این پادکست. این برنامه امروز رو در واقع من پیشنهاد کردم. داشتم گوش میکردم مطالب مختلفی رو که روی اینترنت هست، برخوردم به یه 45-50 دقیقه صحبت آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق. و خب ما که نمیتونیم همه این برنامه رو نشون بدیم، فکر کردم که اگر که 10 دقیقه 7-8 دقیقه از حرفای ایشون رو که در یک موضوع معینی متمرکز هست پخش بکنیم، میشه این رو سوژه پادکست امروزمون قرار بدیم. و امیدوارم که دوستان دیگه هم کمک بکنن که بتونیم از زوایای مختلف این مسئله رو بسنجیم. من فرض رو بر این میگذارم که آقای محمود احمدی نژاد این حرفایی رو که داره میزنه نه به خاطر اینه که از مجموعه حاکمیت کنار گذاشته شده ناراحته و این حرفا رو میزنه، و بلکه فرض رو بر این میذارم که ایشون صادقانه با اشرافی که نسبت به درونه حاکمیت داره انتقادات خودش رو مطرح میکنه. بنابراین عرضی که میکنم با این فرضه. من اصلاً قصد حمله به ایشون نمیدونم، این که بگم تو خودت رئیس جمهور همین دستگاه بودی، همه این کسافتکاری هایی که داری بیان میکنی در زمان خودت هم بوده، اینا اصلا نامربوط به آنچه که من میخوام عرض بکنم. بلکه برای من این نکته جالب بود در حرفای ایشون و فکر کردم که موضوع پادکست امروزمون بکنیم کار رو، این بود که ایشون اولا معلومه که سواد درستی که در امور سیاسی ایشون نداره، بیشتر به طور تجربی با مسائل سیاسی برخورد کرده، و بعدم خب شنیده که در دنیای متمدن و امروزی مردم خیلی مهمه، از انقلاب مشروطه به این ور در داخل کشور خود ما فرض بر این بوده که مردم صاحب مملکت هستن، مردم خدمتگزاران خودشون رو انتخاب میکنن، خدمتگزاران یا گردانندگان مدیریت جامعه، حقوق بگیر مردم هستن، سر سفره مردم نشه، همه اینا رو شنیده و بعدم فکر میکنه که مشکل اصلی که در آنچه که ما به اسم جمهوری اسلامی میشناسیم در اینه که یادشون رفته که مردم صاحب این مملکت هستند، و هر اقدامی هم که میکنن برای اینه که جلوی بیان عقاید مردم رو بگیرند و غیره. خب ما عرض کنم که 43 ساله مبتلا به این مسئله هستیم. فقط فرق قضیه در اینه که در این 43 سال اون، حالا بگیریم 90% مرحوم بازرگان رو بگیریم واقعی بوده، اون 90% تقلیل پیدا کرده، الان شده مثلا به 25% حد اکثر، و بقیه مردم از این رژیم ناراضی هستن، و اگر که جلوی آزادی بیانشون گرفته نشه یا اگر که در انتخابات مهندسی نشه، خب اینا میان این وسط و میگن که آقا ما از دست این انقلاب به جون اومده ایم، و حالا آقای
احمدی‌نژاد یه راه حلی هم پیدا کرده، میگه ما یه نظام داریم، یه قالب نظام داریم، مردم با قالب نظام مخالف هستن، ولی اصلا معلوم نیستش که منظورش از قالب نظام چی هست. من همینطور که گوش میکردم حرفای ایشون رو به این نتیجه رسیدم که شاید بد نباشه ما بر بنیاد حرفای ایشون نشون بدیم که مشکل آدمایی که مثل آقای احمدی نژاد فکر میکنند، اگر فرض رو بر این بگیریم که صمیمانه و از ته دل اینطور حرف میزنند، در چیه. و در نتیجه فکر کردم که با چند تا اسلاید بتونم این مسئله رو بهتر نشون بدم. من معمولا برای ساده کردن ماجرا فرض رو بر این میگیرم که هر کشوری داره یه سه نهاد، سه جنبه و به هر سه موضوع هستش که میشه جنبندی کرد همه مسائل مختلف یک جامعه رو در اون. یک کشور مدرن دارای یک قانون اساسیه که مردم رفتن رأی دادن و حکم یک قرارداد اجتماعی رو پیدا میکنه. بر اساس اون قانون اساسی ما یک حکومت داریم که این حکومت شامل قوای سگانه مقننه و اجراییه و قضاییه هست، و بعد هم یه قوای نظامی داریم که عرض کنم که مسائل رو عمل میکنه. حالا در چنین کشوری که قانون اساسی داره، حکومت داره، سه تا قوه رو داره و قوای نظامی رو داره، مردم از وضعیت خودشون راضی هستند و مملکت مشکلی رو نداره و پیش میره. در مورد مردم هم البته من خودم از به کار بردن کلمه مردم اجتناب میکنم. آقای احمدی نژاد هست مردم مردم میکنه، به دلیلش هم کاری ندارم، چون قانون اساسی با استفاده از کلمه مردم در جمهوری اسلامی خواسته ملت رو زایه بکنه. ما در یک کشور کسانی رو که در داخل مرزهای سیاسی کشور زندگی میکنند و ملت میدونیم، نه مردم. مردم لفظ سیاسی نیستش. ولی خب حالا بگیریم که ایشون اون دموی دموکراسی رو شنیده و اون رو ترجمه کرده به مردم، چون عموما دموکراسی رو ترجمه کردن به مردم سالاری، که به نظر من در دوران مدرن و در وجود با وجود کشورهای مختلف جهان الان دیگه دمو به معنای مردم نیست، به معنای ملت. هر کدوم اینا رو که در نظر بگیریم، مسئله در این هستش که یک ممکن است در یک جامعه ای اتفاقی بیفته و این مردم ناراضی بشن از وضع موجود و تصمیم بگیرن که تغییری در وضع موجود ایجاد بکنن و در این زمینه هم دست به اقدام بزنن. و عرض کنم که حالا این میتونه نارضایتی باشه که مردم از مدیران کشور دارن، از کل حکومت دارن و یا از قانون اساسی اصلا دارن، میگن آقا این قانون اساسی دیگه به درد ما نمیخوره، یه قرارداد اجتماعی بوده 43 سال پیش بین مردم اون موقع و یه اشخاصی گذاشته شده، حالا اون مردم اون موقع پیروپاتال شدن و از بین رفتن و نسل جوانی سر کار آمده و این نسل جوان این قانون اساسی رو نمیخواد. بنابراین مسئله تغییر پیش میاد و تغییر اجرایی میشه. حالا این تغییر میتونه به انقلاب بیانجامه، میتونه به فروپاشی حکومت و جانشین شدن حکومت به اون هم کاری نداریم، بگیریم که این مردمی که نارضایتی داشتن عزم به تغییرشون و اقدامشون موجب به این تغییر میشود. چون این تغییری دو تا پدیده رو با خودش برای جامعه اقدام کننده به وجود میاره. یکی مسئله اینه که این تغییر رو
یک نفر یا یک کسانی رهبری کردند و این رهبران یه میراثی رو از خودشون باقی گذاشتند و بر اساس اون میراث هستش که ما از دو مرتبه صاحب یه قانون اساسی میشیم، یه حکومت میشیم، سه تا قوه رو پیدا میکنیم و قوای نظامی رو، اون چیزی که آقای احمدی نژاد بهش میگه قالب نظام. خب مشکل همیشه در این کادر ما قبل آخره که در اونجا ما انقلاب رو انجام دادیم یا تغییرات عمده رو انجام دادیم و یک رهبری رو انتخاب کردیم و از این رهبری و این انقلاب یه میراث‌های باقی میمونه که بخشش میره در قانون اساسی. گرفتاری اکثر کشورهایی که بر بنیاد ایدئولوژی عمل میکنند اینه که این جعبه چهارم رو فیکسش میکنند و میگن این تغییرات دیگه نمیتواند، یعنی تغییرات آینده نمیتونه در اینا دست ببره. همین قانون اساسی حکومت اسلامی رو که نگاه بکنید میبینید که مثلا میگویند که این که مملکت ما مملکت شیعه اثناعشری است تا ظهور امام زمان غیر قابل تغییره، یا جاهایشو میشه تغییر داد از طریق رفراندوم و غیره، یه چیزایشو نمیشه تغییر داد. و در این حال آنچه که به وسیله رهبر انقلاب بیان شده اون را فیکسش میکنن. همین آقای احمدی نژاد در سخنان خودش اشاره های متعددی میکنه به فرمایشات امام، که امام وقتی گفتش که حفظ نظام مهمه نگفتش که حفظ قالب نظام مهمه. یعنی چی؟ یعنی که یک پدیده نامرئی وجود داره به نام نظام که میتواند در قوالب مختلفی ظهور پیدا کنه، اما اون پدیده تغییر ناپذیره. امام تا آخر دنیا امامه و فرمایشاتش همون فرمایشات فیکس شده است که پیغمبر گفته یا ائمه اطهار گفتن، هیچ فرقی دیگه نمی کنه. خمینی پیوسته به اونها. بنابراین ما توی این جعبه چهارم هستش که دوچار سنگ شدگی میشیم، متسلب میشیم و بعد قانون اساسی که به وجود میاد این حرفا، شما میبینید که ما یک دور باطل داریم. در واقع جعبه پنجم ما با جعبه اول ما یکیه، یعنی این میاد جانشین اون یکی میشه، مردم باهاش سر کار پیدا میکنن، مردم نارضایتی پیدا میکنن، عزم به تغییر پیدا میکنن و میخوان اقدام بکنن برای این تغییر. اما سر راهشون حالا یک جعبه سنگی متسلب وجود داره که توی ذهن آقای احمدی نژاد و توی همه کسانی که معتقد به اصلاح رژیم هستند یا معتقد حتی به دگرگونی رژیم هستن هم وجود داره. در حالی که در یک کشور سکولار دموکرات، در یک کشور غیر ایدئولوژیک، همه چیز قابل تغییره. واقعا مردم میتوانند و حق دارند که همه چیز رو تغییر بدن، هیچ چیزی تغییر ناپذیر محسوب نمیشه. بنابراین میخواستم اینو بگم که شما وقتی که با یه آدمی مثل آقای احمدی نژاد روبرو میشید و فرض رو بر این میگذارید که این صمیمانه و از ته دلش داره میگه که مملکت به چه روزی افتاده و مردم از صحنه خارج شدن، متوجه این نمیشه که در به روی مردم به لحاظ این رهبری و میراث رهبری است که بسته شده و تا موقعی که در اون تجدید نظر نکنید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همینطور این بنبست ادامه پیدا خواهد کرد تا یک نیروی از بیرون این بنبست بیاد و دیوار رو یا سد رو بشکافه و جریان جاری بکنه. گرفتاری آقای احمدی نژاد ها در این است که بین مردم و عرض کنم که میراث انقلاب که به نام خود انقلاب ازش یاد میشه،
تضاد رو درک نمی کنن. این مردم همه حقا رو دارند اما اسیر این میراث هستن. تا موقعی که احمدی نژاد نفهمه که باید علیه این میراث قیام بکنه، مردم اصلا مطرح نیستن که اون بتونه مردم رو به صحنه برگردونه. پایان عرایض من. خیلی ممنون بابت این تحلیل بسیار جالب. آقای جمشید سرخجو نفر بعدی هستن که نوبت گرفتن، بفرمایید. خواهش میکنم آقای سرخجو. درود بر شما خانم قیاسفند و همه همبندان حاضر. آقای دکتر بیشتر صحبت ها رو گفتن، نکات کوچیکی هست که به نظرم رسید شاید بد نباشه بهشون اشاره کنم. آقای احمدی جان، خب از وقتی که ما میشناسیمشون دوست داشتن که سوژه رسانه ها باشن، هم در زمانی که رئیس جمهور بودن هم الان. در خود موقع دیدنشون به نوعی مایه عذاب بود، منتها الان اینطوری نیست. دیدنشون و مصاحبهشون واقعا مایه خوشحالی است، حداقل برای ما که خودمون رو برانداز میدونیم. خب چون حداقل به اطلاعاتی دسترسی داشتن که ما نداریم و گاه به گاه تکه‌ای از این اطلاعات رو افشا میکنن. به هر حال ایشون صحبت‌هایی کردن که واقعا خب قسمت‌های زیادی صحبت‌های خوبی است. همونطور که آقای دکتر گفتن، اگه فرض رو بر این بگیریم که این صحبت‌ها صحبت‌های صادقانه‌ای هست، چون به هر حال ایشون نامزد ریاست جمهوری هم بودن تا رد صلاحیت شدن، اگه این فرض رو بر این بذاریم صحبت‌های خوبی بهش اشاره می‌کنن. از جمله اینکه به مشروعیت قانون اشاره می‌کنن، اینکه قانونی که آزادی رو زیر پا بذاره، حتی اگر قانون باشه این قانون مشروعیت نداره، یا به قول خودشون که میگن قانون بی خودی هست. در واقع این استعارت رو بر اصولی قرار میدن که نباید هیچ قانون این اصول رو زیر پا بذاره. این یکی از نکاتی بود که ایشون بهش اشاره کردن. و نکته بزرگش که دکترم گفتن، اصل حاکمیت مردم، یعنی که ما در زبان سیاست بهش میگیم حاکمیت ملی، ایشون این کلمه رو به کار نمیارن. این معنی که ملت در هر کشور این ملت هستن که در واقع صاحب اصلی حکومت هستن و حکومت مشروعیتش و این سرچشمه مشروعیت حکومت در واقع به گفته ایشون از مردم و به گفته ما از ملت اون کشور هستن در هر کشوری. در مقابل این است که خب نه، حاکمیت دولت، اون چیزی که بهش اشاره خودشون اشاره کردن که در واقع چون دولتی هست این دولت از مردم مهمتر هست، این نکته خوبی بود بهش اشاره کردن. و در ضمن نکته هم گفتن که در واقع اصل حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم در واقع منجب شکوفایی هم میشه. این هم خیلی نکته، در واقع در زمانی که مردم آزاد باشن که اراده خودشونو در حاکمیت بر خودشون نشون بدن، این حاکمیت قطعا منجب شکوفایی خواهد شد، منجب ترقی اون اجتماع خواهد شد. به تمرکز ثروت اشاره کردن، خب مشخصا مشکل خیلی بزرگی هست، همونطور که گفتن خیلی هم قبل از ایشون گفتن که مثل زمان قاجار ثروت در دست دولت و در واقع دست حاکمیت به نوعی قرق شده، هر موقع بخوان به این میدن به اون میدن، از یکی میگیرنش به صلاح دیدی که دارن. این نکات خوبی بود، منتها مشکل اصلی همونطور که دکتر گفتن در واقع اون آنالیزی که ایشون داشتن در مورد درد و درمان، دردی که ایشون تشخیص دادن، من فکر میکنم در واقع مبانیشو درست درک نکردن. ایشون اشاره کردن که اصل بر حاکمیت ملت هست، منتها یک گریزی هم زدن، گفتن که در واقع حاکمیت متعلق به خداست و خدا از طریق در واقع خدا از طریق مردم این تجلی حاکمیت هست. یعنی هنوز بر این باور هستن که در واقع حاکمیت منشأ الهی داره، منتها از طریق مردم تجلی پیدا میکنه. خب در واقع این همون صحبتی است که در قانون اساسی شده به نوعی دیگه، که تنها تفاوتش اینه که در قانون اساسی گفته خب حاکمیت متعلق به خدا هست، منتها بعد از خدا متعلق به نمایندگانش هست که نمایندگانش امامان و بعد از اون امام غایب، و در نبود امام غایب در واقع فقهای شیعه هست. منتها این یکی از نکاتی است که ایشون هنوز درک نکردن که اساسا اصل حاکمیت مدرن بر این است که حاکمیت متعلق خدا نیست، در واقع حاکمیت بر روی امر فراطبیعی نیست، حاکمیت روی زمین هست و متعلق به مردم هست و این به دلیل اون در واقع حق مشاعی که دارن، این حق رو دارن که ملت در
سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن. دوما ایشون کماکان از مردم صحبت میکردن، منتها رفرنس میدادن به امام خمینی. اگه این مردم هستن که مهم هستن، این مردم هستن که ما باید تصمیم گیرنده باشن، حالا چه اهمیتی داره که امام خمینی در زمان انقلاب فرض کنین چی گفتن؟ خب امام خمینی چیزای خیلی زیادی گفتن، همه تمام صحبت امام خمینی تو نبوده که حاکمیت متعلق به مردم هست. امام خمینی خیلی صحبت‌های دیگری هم گفتن که در واقع این حاکمیتی که ما الان در ایران باش برخورد داریم بیشترش در واقع بر اساس اون دید و منشی هست که آقای خمینی داشتن نسبت به امر حکومت، نسبت به مردم، نسبت به حقوق. همین از آقای خمینی و در واقع حالا کتب سنت و اینا گرفته شده. تا خب آقای خمینی نقش اصلی رو داشتن، چه نبوده که ایشون یه صحبتی کرده باشن که فرض کنید بر اساس حق حاکمیت ملی بوده باشه. دومش در واقع منظورم اینه که این قدسیت دادن به آقای خمینی بود و در نهایت این چون ایشون این درد رو اینطوری در واقع پیدا میکنن و فکر میکنن این کجراهه، این راه انقلاب از اونجایی کج شده که در واقع حاکمیت این حق رو از مردم گرفته و به عده‌ای داده، ایشون به تبعیض اشاره نمیکنن که این حاکمیت بر اساس ایدئولوژی شکل گرفته، از بنیاد مردم، این حاکمیت بر اساس حق امت اسلامی شکل گرفته نه بر اساس مردم یا ملت. بنابراین اینطور نیست که در واقع این حق وجود داشته یا اوایل انقلاب یا احتمالاً زمانی که ایشون تا زمانی که ایشون ریاست جمهوری در اختیار داشتن و بعد از اون فرض کنید راه کج شده و این حقوق ازشون گرفته نشده. زمانی که میگیم که دین رسمی این هست، در واقع حاکمیت متعلق به نمایندگان خدا هست، این تبعیض سیستماتیک رو ایشون به هیچ وجه اشاره نمی‌کنن. حتی به اینم اشاره نمی‌کنم که در صورتی که اگر صرفا این باشه که چون یه مشکلی هست که در واقع ما در حزب سکولار دموکرات بهش معتقد هستیم که دموکراسی به تنهایی خود به تنهایی نمیتونه منجر به شکوفایی بشه، چون فرض میکنیم که اکثریت مثل همون اتفاقی در سال 57 اتفاق افتاد و فرض میکنیم تمام این در واقع آمارها که در مورد رفراندوم بود ما فرض میکنیم که درست هست. خب 90% مردم ایران، ملت ایران اون موقع ارادهشون برای بود که حکومت اسلامی شکل بگیره. خب این بالفطره تضییع حق و در قبال تمام اون کسایی بود که این رأی نداشتن، در مورد کسایی که پیرو ادیان دیگر بودن، در مورد افرادی که اصلا به هیچ دینی باور نداشتن. بنابراین حتی در یک دموکراسی در صورتی که اکثریت بتونن اون نظر خودشونو در حاکمیت اعمال کنن، ما معتقد هستیم باز هم میتونه راه کجی رو بره، چون ممکنه به تبعیض منجر بشه. در واقع اصلی که ما سکولاریسم اسمش هست، اصل سکولاریسم که عدم تبعیض هست در هر نوع و شکلش، به نوعی میشه گفت در واقع ارجحیت داره یا میتونیم قبل از این هست که اهمیت بیشتری داره نسبت به دموکراسی، چون زمانی که شما در واقع اساستون بر این باشه که تمام انسان‌ها برابر هستند در مقابل قانون و همگی از حقوق یکسانی برخوردار هستند و این نمیتونه زیر پا گذاشته بشه، بعد از اونجا میتونید برسید خب این انسان‌های برابر در سرنوشتشون هم شریک هستن، این انسان‌های آزاد، اونجا به دموکراسی میرسیم. اگه ما سکولاریسم در واقع اعمال نکنیم، یه دموکراسی صرف ممکنه باز هم به یک استبداد یا به تبعیض سیستماتیک دیگه منجر بشه. از من تمام، این نکاتی بود که من در ذهن داشتم و خدمتتون عرض کردم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. من فقط می‌خواستم یک نکته رو بهش اشاره کنم و اون اینکه آیا همین در واقع تمرکز آقای احمدی نژاد بر موضوع پیروی از خط خمینی یا پایبندی به ارکان نظام، آیا نمیتونه دلیلش ترس باشه از اینکه مجازاتی رو در بالاخره مخالفت با یعنی مبارزه علیه ارکان نظام یا ضد ایدئولوژی مذهبی اسلامی حرف زدن میتونه به ضررش بشه و احتمالاً با این سپر که این چیزی که داره میگذره اون چیزی نبود که ما
در واقع در خط امام خمینی دنبال می کردیم وارد عمل شده. البته این اصلا در دفاع از ایشون نیست، اما آیا این احتمال وجود داره که این از ترس باشه و در واقع مگه میشه که یک رئیس جمهوری از دموکراسی چیزی ندونه؟ البته این یه سوال شخصی بود، خوشحال میشم که اگر دوستان پاسخی براش در نظر دارن به من پاسخ بدن. عرض کنم نفر بفرمید آقای دکتر، اگر نقطه نظری در این مورد دارید خوشحالم میکنید. من خواستم بگم که این سوال شما اسمش هست نیت خونی، یعنی که ما نمیدونیم واقعیت چیه، سعی میکنیم نیت طرف رو بخونیم. ما میگیم که اصلا این حرف درست، این بابا تایی دلش میخواد این حکومت و همه چی از بین بره، ولی از ترسش اینو نمیگه، هی رجوع میده به امام خمینی و به قانون اساسی. در نتیجه عملا این اسیر این دیلمای هستش که با خودش داره حمل میکنه و در نتیجه اصلا ربطی، یعنی اهمیتی نداره که نیتش چی باشه. مرتب ما اینو میشنویم، نیت نمیدونم آقای زیبا کلام، نیت آقای نمیدونم ایکس ایکس، همه اینایی که میان و دارن انتقاد میکنن، میشود گفتش که اینها همشون میخوان اصلا سر به تن این حکومت نباشه، اما جرأت ندارن که بگن. ولی تا زمانی که جرأت گفتنش رو پیدا نکنن، اینها توی همون زندانی حبسن که کل رژیم حبسه. خیلی ممنون. نفر بعد آقای بیژن آتشین جان، بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام به همه دوستان و با تشکر از شما، در ادامه صحبت‌های آقای دکتر و آقای صلح‌جو، این بحث که کل صحبت‌های آقای احمدی نژاد در یک قالب ایدئولوژیکی هست، یعنی از اون ایدئولوژی بیرون نیومده، با این که یک مقدار از جاهای مختلف ممکنه شنیده باشه راجع به مردم، دموکراسی، در جاهای دیگه این اتفاقات افتاده، صرفاً کلمه مردم، مردم و مردم رو فکر کنم بالای 20 بار تکرار میکنه تو صحبتاش، بدون اینکه بدونه چه مفهومی رو بخواد دنبال کنه. و اینکه راجع به قالب، بر طبق ایده آقای احمدی نژاد قالب بد بوده، برای اینکه تو طول دوره ریاست جمهوری خودش هم صرفاً اتوبوس به اتوبوس میمادن شرکت‌های مهم مثل شرکت نفت، دانشگاه‌ها، جایی که منابع مالی بود مثل دانشگاه آزاد، و خیلی ساده رئیس ها معاون ها عوض می شدن و دوستان آشنان و فامیل های خودشون می اومدن سر کار، و آقای مشایی هم که با ایشون کار می کردن اصلا جزء صحبت هاشون این بود که اونایی که با مانو بچه بسیجی و بچه مسلمان و بچه حجتیه باید بیاد سر کار و باید بخوره. یعنی یه سیستم، هم میتونم اسمشو بگم کاپیتالیسم لومپنها، یعنی هیچ ربطی به حتی بر طبق گفته‌های خودشون عدل اسلامی و مساوات اصلا نداره و نداشت. و اینکه راجب مارکسیست ها صحبت میکنه، یه گریزی هم میزنه به مارکسیست ها و ایده های اونها، و این کاملا در تضاد با اینه که یکی از بهترین دوست داشت و کارهایی که میکردن از لحاظ اقتصادی هوگو چاوزی بود که بر بوق و کرنای کمونیست و مارکسیست میزد، بر اون طبل میزد و سعی میکردن با پیروی از اون اقتصاد مملکتشون رو بچرخونن، ونزوئلا رو، بر اساس پول نفت و اون ایده های اقتصادی که بود که دیدیم چه فاجعه هایی به بار اومد. راجب اینترنت و راجب این که مردم دسترسی ندارن، حالا بگذاریم که چه اتفاقاتی در دوره ریاست جمهوری خود آقای احمدی نژاد افتاد و اون کشتارهایی که اتفاق افتاد، واقعا از اونها اگه بگذرین، ایشون الان میاد میگه که چرا اینترنت رو در اختیار مردم قرار نمیدیم. خب و ایدهش هم از اینترنت کلن اینه که بیاین از مردم نظرسنجی کنید، یه کدی بدید و از مردم نظرسنجی کنه. دقیقا مثل یه آدمی مونه که پای یه بحثی نشسته و اون بحث یک ساعت بوده، این آدم 5 دقیقه حرفو گوش داده و رفته. دقیقا صحبتایشون اینو نشون میده، بدون مطالعه، بدون اینکه تحقیق کنه، بدون اینکه چیزی بدونه، صرفاً برای اینکه از قافله عقب مونده، نمیتونه دیگه از لحاظ اقتصادی مالی خودش رو تو بازی نمیبینه، و اینکه میترسه، حق هم داره بترسه، میترسه کنار زده شه و به طرز فجیع هم حذف شه، چون این سیستمی که در ایران حکم فرماست، این رژیمی که حکم فرماست،
خیلی راحت اونایی که دوروبرش هستن مخالفش هستن، حتی اگر هم آتو هم ازشون داشته باشن، از تک تک افراد داشته باشن، رو خیلی راحت حس میکنه و آقای احمدی‌نژاد به خوبی به این امر آگاه هست. من پایان عرض. خیلی ممنون. نفر بعدی که نوبت گرفتن آقای افشین بابازاده، و ضمن این که بگم که ما خیلی تایم نداریم آقای بابازاده، ولی امیدوارم که بتونم همه اینا رو با هم جا بدم یک جا. من سعی میکنم کوتاه صحبت کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام به دوستان و بینندگان و شنوندگان این پادکست. نکاتی که دوستان در مورد صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد گفتن با همش موافقم، اما نکته مثلا اضافه بکنم هستش که چیزی که در این صحبت‌های احمدی‌نژاد هست و پس از اونم یک ویدیو دیگه هم ازش اومده بیرون، اتفاقا یک کلیپ دیگه هم هست که اخیرا من دیدم، همین امروز یا دیروز دیدم، این هستش که به طور کلی در چارچوب نظام داره صحبت میکنه وقتی که انتقاد داره به این دولت فعلی و این نوع گزینه‌ای که داشتن در مورد هم گزینش کاندیداهای ریاست جمهوری و بعد کسانی که امروز در رأس کار قرار گرفتن از جمله رئیسی و اژه‌ای و غیره، و صحبتایی که منظورش مستقیما به خود خامنه‌ای به نظر میاد هست. تمام صحبتش اینه که در چارچوب نظام، این استناد به خمینی، استناد به انقلاب، انتقاد از سیستم‌های دیگر، یعنی میگه این سیستم افراد هستن که مسئولینی هستن که مثلا حتی برمیگره به اوایل انقلاب که خودش هم نقش مهمی داشته اون دوره، که میگه که مثلا به ویدیو ایراد میگفتن، ویدیو خوش داشتن، به ستلات بود خودشون ستلات داشتن، فلان چیز بود بقیه مردم نشتن خودشون داشتن. یعنی داریم یه عده هستن که اینجا دوز شدن، رباخار شدن و احتکار میکنن یا مال ملال ملت نشستن و منافع ملی صحبت میکنه در خطر افتاده، منافع میدونم گسترش صنعت و غیره. تمام اینا رو در چارچوب انتقاد درون رژیمی داره مطرح میکنه، چون که صحبت از گذار که از این رژیم که نمیکنه، که صحبت از سیستم دیگه هم نمیکنه. وقتی از دموکراسی حرف میزنه، همون دموکراسی که خمینی بهش اشاره کرد داره صحبت میکنه، همون که خمینی به خبر به فکر کنم نمایندگان دولت فرانسه گفت ما هم همین جمهوری شما رو میخوایم، داره به اون اشاره میکنه، نه به جمهوری دیگه ای که الان اکثر مردم ایران دارن بهش فکر میکنن و میخوان، چیزی جدا از جمهوری اسلامی، چیزی جدا از حکومت اسلامی، چیزی جدا از حکومت شرعی که تمام به اصطلاح جوانب زندگی مردم رو در بر گرفته و پوشش داده. و این من فکر کنم دستگاه اطلاعاتی و غیرم خب برای همچین آدمی باید یه حد و مرزی گذاشتن، خطای قرمزش مشخص نیست. چرا مشخص به نظر من نیست و چندین بارم خودشم اعلام میکنه که من جونم در خطره و ترور من خیلی جدی و غیره، این هستش که به هر حال این حکومت با تمام این ناآرامی که در مملکت در کشور هستش، با تمام این نارضایتی که در کشور هستش، میخوان بگن که یک صدای انتقادی در درون هست که مردم به صدای انتقادی بیرون در بیرون حکومت نرن، و خب این صدا بهش رسانه میدن، میتونی بهش حرف بزنه و هزاران نفر هم میرن این کلیپ ها رو نگاه میکنن و بعدم میگن شو درست میگه، ولی فراموش نکن این همون احمدی نژاد است که از مردم حرف میزنه. دوستان عزیز، به پایان این پادکست رسیدیم. با آرزوی هفته‌ای خوش و همراه با امید و موفقیت، و تا پادکست بعدی که با یه موضوع دیگه به حضورتون میایم، بدرود.